میخواد. آقا فرندان آقای رضایی. نه هم چیز ندارم. مذارم میخواهم بفهمم. بس خیلی متنوع شد. و ما خواستیم برای جمعش رو همه مسئله دنیا رو حل کردیم دیگه. من حسنم رو تماما از اکثر جمع کمتره. از من که بیشتری. بله. میخوام یه نقطه شروع کنم بیاید فقط گریز بدم چند دیگه ایسی داره دورتر. اخیران یه نامه آقای دکتر رهنانی که از اقتصاددان هایی داره منطبقه هست خیلی هم طولانیه، ولی قسمت آخراش که میاد که میگه من خطابم رو عوض میکنم به شما ملت ایران، ولی یه جمعیت جالب میگه، میگه که ما تو چند صد سال گذشته هر 25 سال یه بار یه شاهو کشتیم یا تبدیلش کردیم، ولی ملت ما الان یاد گرفته دیگه این کارو دیگه کم کم نکنه. این کارو این اون نقطه ایه که به نظر من اگه بعد مخوام به حد ارتباطاتی دارم و زیادم طولانی نیست از زمانی که از ایران اومدم، احساس میکنم که جامعه ایرانی اون طرف نسبت به جامعه ایرانی این طرف جلوتره در فهم مفهوم دموکراسی، جلوتره اگرچه توی محیطی بوده و شرایط سیاسی که داشته، ولی رسیده با پوش تخون تجربه کرد و به یک دستاوردهای رسیده که هنوز شاید جامعه اینور خیلی بهش نرسیده. واقعش اینه که این چند دستگی ها ریشش تو همون پادشاه کشی ها و حاکم تبدیل کردن هاست که توی دوره هایی که حالا یه ذره مثلا قدرت یه سمت قوی تر شده چنان انتقام کشی های ناجوری صورت گرفته و مسائل بیشتر از این که اختلاف فکری بشه به کینه ورزی های شخصی منتقل تبدیل شده که ما هنوز داریم تبعاتش رو هنوز داریم تحمل میکنیم. یعنی خیلی چیزایی که حداقل نسل امروز ما تو اینجا داره باش سر و کله میزنه و اون رگای گردنی که مثلا توی جلسه مثلا اون سوشال جنیوری در واقع برجسته میشه ناشی از یه سری زخمایی که مثلا توی همین از دهه 40 و 50 به این ور اتفاق افتاده که خود اونام حتما از یه چیزای قبلش اتفاق افتاده، زنجیروار داره میاد مشروطه بعد دقیقاً حالا شدم کنه در شدم قدیمی تر هم ولی زنجیروار داره میادش. شاید قدم خوبی که این نسل الان بتونه برداره اینه که مسائل از حوزه شخصیش بیاره بیرون. یعنی اگر که من اختلاف نظرم رو در من بر تمام انرژیمو صرف کوبیدن نظر شما بکنم نه شخص شما، ولی این که حتی اعتقاد داشته باشم که شخص شما بر اساس منافع سیاسی یا منافع بیزینسی یا غیره و غیره توی یه خط دیگه داری حرکت میکنی، تمرکزم رو دیگه کوبیدن اندیشه شما بذارم و رابطه خودم رو با همه محترمانه حفظ بکنم، اون کینه ورزی که ایشون میفرماید به مرور زمان تغییر خواهد شد. یعنی من اون موقع میتونم مثلا با اونی که اختلاف نظر دارم بگم من کاملا باهات مخالفم، کاملا در جهت شکست فکر تو تلاش میکنم، ولی شما آدم محترم هست. این احساس همون عشق رو ایجاد میکنه و همون کینه ها رو کاهش خواهد داد. این من فکر میکنم نسل جدیدتر کم کم به این دارن میرسن و این برایشون قابل فهم. یه مطلبی رو جناب گلزدی فرمودن که من میخواستم اونش قصه طولانی بگم، خوشبختانه سرفصلش رو باز کردم. اینکه ما بین نهادهای سیاسی و نهادهای صنفی و مدنی تفکیک قائل نشدیم واقعا، و این تحقیق قائل نشدن اونم سابقه تاریخی داره و این سابقه تاریخیش باعث صدمات خیلی سنگین شده. یه مثال خیلی سادهش رو میخوام یه گریز خیلی دور بزنم باز. آقای دکتر طبیبیان، دکتر اقتصاد ایران، یه چیزی رو تو خاطرات از زمان انقلاب به این بر تعریف میکرد که میگفت با دکتر بانکی اومدیم تهران که سازمان برنامه رو تیک اوور کنیم، دیدیم از بالا دارن میرسن در یه پرنده ها رو میرسن پایین و میگه که این ساختمون به درد نمیخوره، اینا میخوان بیمارستان شد. یه نهاد که جنبه سیاسی نداره اصلا، یکی از زیر ساختای اساسی مملکته، این نهاد داره میکوبیمش به دلیل اینکه اینا میچسبونیمش به برنامه های سیاسی و این اشتباهش بود که تو اون تاریخ انجام شد و حالا سالها طول کشید که همون بخش دوباره ساخته بشه که حالا اون انقلاب در دانشجوهای انقلابی به مرور بشن تکنوکرات و به مرور بشن حالا یه آدم های که یه ذره درک دارن از برنامه‌ریزی اقتصادی به برنامه‌ریزی توسعه. این تجربه‌ای که نباید تکرار بشه، چیزی که اون دوستانی که رگاشون برن فروخته میشه این فهم رو ندارن، این درک رو ندارن که انقلاب و اون مفهومی که اتفاق افتاد صدمات سنگینی داشت، هرچه آدم منافع داشته باشه صدمات سنگینی داشت
و بخش زیادی از سختی که این جامعه، این کامیونیتی، این ور دنیا و اون ور دنیا تحمل میکنه ناشی از نابودی اون زیر ساختایی که جنبه سیاسی اصلا نداره. آقا اگه این تفاوت رو به نظر من تو این جامعه اینجا بینش قائل باشیم، وقتی که این تفاوت بینش قائل نباشیم، اون موقع همون کاری، همون مثالی بود که تو جلسه قبل دادم، همون عادتی که کردیم که هر چیزی رو به عنوان ابزار سیاسی استفاده کنیم تو اون شرایط، مثلا سیستمی که اون بر بوده، همون رو داریم یه شبیه سازی میکنیم. قرار نبود من به عنوان یه آدم کاملا با ذهن سفید اساسنامه کنگره ایران رو با میکنم، بند یکش رو میخونم، ببینم چه حرفای قشنگ و خوبی زده شده. ولی حالا اینکه این کنگره ایرانی یا مثلا حالا توی زمانی مثلا توی خطی بوده، یه رپیوتیشنی داشته، پس بریم حمله کنیم بگیریمش، اینو تبدیل کنیم به یه ابزاری برای برنامه‌های سیاسیمون، این دقیقاً به همون زشتی میمونه که حمله کنیم مثلا سازمان برنامه و بودجه رو بگیریم، بگیم اینو می‌خوایم شکل سیاسی بهش بدیم، بگیم چون این نماد مثلا فلانه بزنیم به کومش و نابودش کنیم. ما داریم اینجوری تجربه ها رو خوب می‌کنیم، تجربه ها رو از بین می‌بریم و این تفکیک بین نهاد سیاسی به مفهوم حزبیش، منظورمه نهادی که قرار پیشبرنده باشه، جنبه حزبی داشته باشه، تو ما میایم فکر می‌کنیم که این نهادی جنبه صنفی هم داره، باید همون کارو بکنه، که قانون زنان مثلا باید بشه مال یه خط، نمیدونم کنگره ایرانیا رو حتما باید بریم بگیریمش که مثلا برنامه‌های سیاسی خودمون رو پیش ببریم و همساله. حتما اضافه می‌کنم که این اصطلاح سیاسی شده به من هایجک می‌کنم. بله حالا من بخشم باید درست می‌فهمم. من فکر می‌کنم که بعضی سازمان‌ها رو باید جنبه زیر ساختی شده پذیریم. من فکر نمی‌کنم به اون بس سوالی که شما مثلا پرسیده بود برسم روش بحث کنم. گفتید ایده‌آلت از کنگره ایرانیان ایده‌آل به نظر چی است؟ ولی فقط خیلی مختصر بشه اشاره کنم. کنگره ایرانیان ایده‌آل به نظر من مثل یه آدم ریش سفیدی میمونه که جنبه زیر ساختی داره برای جامعه ایرانی، نه جنبه برنامه‌ای سیاسی. یعنی من جلسه 24 جنوری رو از این نظر که آدمای هیئت مدیره کنگره نشسته اونجا جا از یکی دو نفر اظهار نظر بگذاریم و اینکه گذاشتن این برنامه اتفاق بیفته، حالا درسته یه جناب آمد نمیدن، یه جناب دیگه نمیدن، ولی این نقش ریستفیدیه. این نقش هایی که تو جنبه های دیگه هم بتونه توسعه پیدا کنه و ما هم یاد بگیریم، عادت کنیم که حالا اگه اون گروه هم هایجک کردن ما تلافی نکنیم، بذاریم این اون نقش متینش رو حفظ بکنه. این بحث لانگتر ما ممکنه تو شورت ترم قابل انجام نباشه، ممکنه که مثلا حالا تو همین انتخابات سمایه دیگه هم باز یه جناب بگه من حمله میکنم، اون جناب بگه من دفاع میکنم، ولی تو لانگ ترم اگه برسیم به این نقطه که این قانون قرار نیست و بهتره که این مدلی نباشه. تو دیالوگی که توی اون بحث مفصل معروف به جلسه بود که با صمدیانی ها بودش توی چیز، من دقیقا از این بودش من دفاع کردم، از این بودش، از این برنامه یه چیز دفاع کردم که اینجا نقطه خوبیه که میتونیم یاد بگیریم که به جای اینکه مسائلمون رو جلوی تو میدون ملسمان حل بکنیم، میتونیم مسائل رو بیاریم پشت میز بشینیم و حرفمون رو بزنیم. من البته خیلی اعتقاد ندارم که گفتگو به اون مفهومی که آقای سلیمانی میگن بشه کسی دیگر رو بتونه متقاعد بکنه. آدم هایی که سنشون از 45 سال میگذره نظریا تقریبا برنامه ها سر میشه و اینها راحت نمیپذیرن دیگه، طرف سرمایه گذاری سنگینی رو همه عمرش رو توی یه چیزی صرف کرده، قرار نیست به این راحتی، قرار خیلی چه هستن نمیتونه بپذیره به این راحتی از اون موضعی هم که هست کناره بگیره. ولی این یه فرصتی هستش که تمرین کنه که منی که تا حالا 1001 مدار مانفوش و اهانت نصر شما کردم، عادت کنم که بتونم بشینم روی صندلی که نه میشه با ایشون حرف زد، میشه از اون عادتی که مثلا دانشجوی دهه 40 و 50 داشت که آقا ایشون مال گروه فلانه اصلا باش سلام علیکم نکنیم، میتونیم از این بگذریم، میتونیم بیان دور هم دیگه بشینیم گفتگو کنیم. و خود اون جلسه کارکردش از اول جلسه تا آخر جلسه در حد همون 3 ساعت بسیار جالب پیدا بود. یعنی جایی که مثلا یاسر کراچیان میاد شروع میکنه صحبت کردن و صرفا به دلیل یه کلمه‌ای که اصلا به نظر من جای بحث نداشت، ولی من خودم جرئت نکردم اون هیجان اینا بلنشم بگم که کلمه آیت الله که شما منتقدش هستین اصلا کردیتش از من و شما آورده، نمیدونم اعتبار اجتماعی نگرفته. این یه مفهومیه مثل مثلا سرهنگ، این یه مفهومیه مثلا استادیا، مثل یه مفهوم اینجوریه و اونایی که کردیت رو باید بدن ربطی هم به زمان انقلاب و دهه 50 نداشته. پیش از این قضیه این کردیت رو خارج از این دعواهای
که اتفاق افتاده تو این 45 سال داده شده به اون شخص. شما خودتون حالا تمرکزتون رو می‌ذارید این بس معنی نداره. جلسه با به واسطه این یک کلمه به تشنج کشیده شد. ولی آخر جلسه وقتی اون دوست دیگه بلند شد و با بسم الله شروع کرد حرفش رو زدن تعلیق شده. این نشون میده که تو اون 3 ساعت خیلی اثر داشته. و این نقش خوبیه که یک کارگر یه سازمان یه نهاد که میخواد نقش ریس سفید رو ایفا کنه به نظر من میتونه ایفا کرده باشه. درست شما فکرم زیاد حرف زدم. داریم؟ از سعید کمتر حرف زدیم. من یک نکته دیگه فکر میکنم که گزارش واقعی بود هر چون که یه نکته دیگه که بود نظرم این اصلا اینه که یه توهم عمومی وجود داره. بعضی ها درست، بعضی ها نسبه نیه، بعضی ها غلط، ولی من کلا میگم توهم عمومی وجود داره که ما به دلیل اینکه یه ابزارهای پایه‌ای رو نداریم از نظر اینکه نظر جامعه ایرانی، حالا چه اون ور چه این ور، نظر جامعه ایرانی چیه بهره نبردیم. بنابراین مثلا شیخ اشراق سهروردی تخیل میکنیم یه آیدیا میدیم این دنیا اینجوری ساخته شده. اینجا ما یه چیزایی رو هر حرف میزنه اینو نسبت میده به کل جامعه ایرانی. من اینو لااقل 3 بار فکر کنم با بچهای کنگره راهیتوره تمرکز کردم بحث کردم که این اگه پولم لازم داشته باشه به در دیوار باید اولین پولی که بیاد تو کنگره باید صرف به نظر من صرف ستاپ کردن یه سیستم نظرسنجی باشه. اما یه سیستم نظرسنجی خوب که داشته باشی تمام بحث این بحثا رو برخواهد چیز. یعنی که نظر سیستم نظرسنجی کلیت خوبی داشته باشه به لحاظ علمی اجرایی میتونه تمام این حرفایی که حالا هر گروهی پا میشه میگه من مثلا به نظر من همه ایرانی ها اون جمع چی میگفتن داشته بود که به نظر من بجاست مثلا 1000 تا 2000 تا دانشوی بورسی یه این کشور همه ایرانی ها یه جورایی هم خط ما هستن. مستند به چه حرفی؟ مستند من حتی مستند به شهود خودم هم اجازه ندارم این حرف رو بزنم. با حوصله و به طریق علمی به این قضیه بپردازم. چیزی که ما باید از جامعه اینجا باید از اومدن به غرب یاد بگیریم که حرف ناحسابی نزنیم، حرف درست و دقیق و با مبتنی بر استدلال و مبتنی بر دیتاهای واقعی حرف بزنیم. متشکرم. من میتونم شاید میتونم اضافه بکنم که میگن چرا توی این دوره کوتاه به اصطلاح همه شاهان ایران یا توی خارج تبعید شدن و اونجا کشته شدن، از محمد شاه، احمد شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه، و شاید این نمیتونیم بگیم این نسل جدید دیگه قائل شاه کشی یا تبعید شاهان به خارج نیستن و انقلاب و از انقلاب جدیدتر پرهیز میکنن. چیزی که من 30 ثانیه بخواد باشه میکنم بله من میبایستی گفت و شنید. حرکت های داخل ایران اگه دنبال بکنید حرکت ها الان مطالبات مشخص و صنفی و دقیقاً رو برنامه شده و کانتاکت هم با سیستم سیاسی پیدا میکنن، چه تو بحث اقتصاد، چه تو بحث محیط زیست، چه تو بحث اون مشکل جامعه دومون کشور پخته تر شده. خیلی قشنگ دارم مطالباتشون دستبندی مطالباتشون به هم باید 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 با